اتفاقی که امشب افتاد آرزوی تمام عدالت خواهان عالم بوده، بدونن که اگر حرکتی بزنن، هنوز ما اصلا به نیروهای مردمیمون نرسیدیم، دیگه قرار نیست مثل عراق 8 سال طول بکشه، داخل 2 روز کارشون خودمون مردم تموم میکنیم، به سپاه هم نیازی نیست. غزه تنها نمیماند، ملت ایران پای کار هستن. الحمدلله رب العالمین، امشب مشت محکمی به دهن استکبار خورد و امشب جشن مسلمین جهانه و انشالله باشه روزی که در قدس نماز بخونیم به امامت سید علی خامنه‌ای. احساستون از اتفاقی که امشب رقم خورد؟ والله احساس غرور میکنیم از این وضعیتی که الان بچه های سپاه رقم زدن، انشالله که با همین دست فرمون فتح قدس. اسرائیل 20 سال دیگر نمیبینه، عمرن اگه ببینه شاید زودتر. انشالله. امروز یکی از اتفاقات بزرگ در نظام مقدس جمهوری اسلامی افتاد که حداقل بعد از این تعداد زیادی از شهدایی که تقدیم انقلاب اسلامی شد، حداقل یکی از بزرگترین اتفاقات عزیز این بود که انتقام بزرگی گرفته شد و ما انتظار داریم این انتقام بزرگ به تمام دنیا اعلام میکنیم که به عنوان کوچکترین انتقامه و انشالله انتقام های آینده هستش که پربارتر و فراگیرتر تا نابودی اسرائیل انشالله انجام میشه. قطعا احساس خیلی خوبی داریم، انتظاری بودش که سالهای سال منتظر این لحظات بودیم که بیایم اینجا شادی کنیم از این پیروزی مقاومت. من امشب خیلی خوشحالم و اینکه واقعا میتونیم بگیم امشب غزه شهیدی نداره و کودکی در غزه شهید نخواهد شد. کودک خودتون امشب توی این تجمع حاضر شدید، پیامش چیه؟ پیام ما این هستش که تا آخرین لحظه هم خودمون هم نسلمون فرزندانمون همه آماده هستیم که انشالله منتظر حکم جهاد هستیم که بتونیم حضور پیدا کنیم علیه اسرائیل و کل استکبار جهانی. بچه های غزه امشب آرام بخوابید، ما دوستتون داریم و ازتون تا حدی که ممکنه حمایت میکنیم. بالای سر مسجد الاقصا عبور کرده و به لانه های موش برخورد میکنن. گروه های مختلف مردمی از دقایق ابتدایی اعلام خبر آغاز حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اهدافی در سرزمین های اشغالی در میادین مختلف شهرهای کشور تجمع کردند. اینجا در میدان فلسطین مردم یک پیام مشخص برای رژیم صهیونیستی، ملت فلسطین و نیروهای مسلح داشتند. امشب کودکی در غزه کشته نخواهد شد.